گواه پلیس که از آسمون زمین بر این تظاهرات نظارت داره دست کم 500,000 نفر شرکت کننده در این تظاهرات تخمین زده شده. احتمالاً تصاویر هوایی رو دیده باشید از مقابل هایت پارک در شهر لندن به سمت سفارت آمریکا تظاهرات کنندگان حرکت کردن، اما تا اینجا درگیری های هم پیش اومده از بعضی از تظاهرکنندگان که به گفته پلیس اینها از گروه های راستگرا بودن و سعی کردن در بعضی از قسمت ها به خشونت بکشن این تظاهرات رو. درگیری های پیش اومد و پلیس اعلام کرده که دست کم 82 نفر رو تا الان بازداشت کرده. در مورد این تظاهرات با همونطور که اشاره کردید در متن خبر، همزمانیش با روز پایان جنگ جهانی اول یا یادبود قربانیان جنگ جهانی اول باعث بحث های زیادی شده، انتقاد های زیادی شده. بسیاری از مقامات دولتی انتقاد کردن و گفتن که برگزاری از در چنین روزی بی احترامی به کشته شدگان جنگ هست، اما خیلی ها هم موافق بودن و می گفتن که در واقع خیلی هم روز مناسبی هست وقتی یک روزی که در تاریخ منجر به پایان یک جنگ شده روز خوبی است برای فلسطینی ها که برای در حمایت از مردم فلسطین درخواست آتش بس انجام بشه. It's not a hate march. I've never seen anything related to what's been reported on. تظاهرات ما نفرت پراکنی نیست. من از چیزهایی که در گزارش ها اومده هیچی ندیدم. من با یهودی ها، پیروان مذاهب مختلف و خدا ناباورها تظاهرات کردم. به نظر من روز یادبود قربانیان جنگ اول جهانی بهترین روز برای تظاهراته. حالا هر چی بخوام بگن که این تظاهرات نفرت پراکنان است و ما نباید به خاطر صلح تظاهرات کنیم. من میخوام آتش بس بشه و بعد همه تلاشا بره روی مذاکره. دست من نیست. من که فلسطینی نیستم. من که اونجا زندگی نمی کنم که بخوام اینطور باشه یا دو تا کشور اونجا باشه یا یک کشور. این دست من نیست. چیزی که دست منه اینه که به دولت خودم بگم دست از حمایت کارایی که اسرائیل در غزه میکنه برداره. نکته دیگری هم که از طرف رسانه‌های محلی اعلام شده اینه که احتمالاً این بزرگترین تظاهرات در حمایت از فلسطین در طول تاریخ بریتانیا تا به حال چنین تظاهرات عظیمی در حمایت از مردم فلسطین در بریتانیا برگزار نشده. تظاهرکنندگان خواسته ای رو امروز مطرح کردن و اون برکناری وزیر کشور بریتانیا خانم سویلا بریورمن هست که مخالفت شدیدی با برگزاری این تظاهرات داشته. ممنونم. گزارش لیلی نیکفر از تظاهراتی که همینک در حمایت از فلسطینی‌ها در لندن در حال برگزاری است.